استاد جوان هستم در شبکه مسیح اینجا هندوان است عیدتون خنده بانه بمب انرژی داره خنده 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 بانه شادی رو لبیاره خنده 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 بانه بمب انرژی داره خنده 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 بانه شادی رو لبیاره خنده بانه بمب انرژی داره خنده 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 بانه شادی رو لبیاره حالتون چطوره؟ عالی حالوان عالی حالا خنده بانه تو خونه اوهی بفرمایین و حال جناب خان اوهی رامورد ما دوست دارم این روش خودم جا بندازم یعنی چه جوری؟ یعنی به جای عالی بگیم اوهی چه با حاله؟ حال جناب خان چطوره؟ اوهی حال خنده بانه یار چطوره؟ اوهی یواش جانن اوهی خیلی بهتر از عالیه رامورد عجب هوا گرمی شده خیلی جدی دارم میگم آره 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 خیلی یعنی واقعا هوا گرمه هوا گرمه دلمو ناز کند ولی این عرقای ما از روی شرمه ما بگم یک رازی ندارم هم بازی یه رفیق خوب و فابریک و گل آدم سازی هوا گرمه هوا گرمه دلمو ناز کند ولی این عرقای ما از روی شرمه الله اوفی گفتم اینه بیام برای هوای گرم امروز رام بود اصلا کار درجه یکی کردی یک کیلو اسم میکنم عرق کردی درسته؟ اینجا آره گرمی جناب خان عیدت مبارک قربان شما عید شما ممنون که توی عید مانم دعوت کردی خیلی لطف کردی بابا شما که دیگه اصلا رفیق ما این گلام دیگه قابل شمایی نداشت ما براتون آوردیم نه بابا آره دیگه گفتم قابل نداره آره عیده بالاخره ما تقبل کردیم این گلای براتون آوردیم آره دست شما در فقط فاکتورشو دادم بعدن آقا شاه حسینی پرداخت کنه 12,500,000 تومان شد قابل شما هم نداره و چرا میندازی تو خنده یعنی چی دار یعنی پولش نمیخوام بدین عزیز من بعید میدونم شما اینا رو خریده باشین آقای شاه حسینی بیا گلای جان آقای شاه حسینی تشریف بیارین تشریف بیارین گلا مس که پولش نمیخوام بدن بفرمایید شما تشریف بیارین عدیل اصلا اجازه بده جان یه نقطه چی اصلا به نظرم خیلی این دعوای خانوادگیمون این وسط حالا نیاریم نه منو شما بعدن راجع بهش حرف میزنیم باشه باشه فقط پولشو بعدن حساب کنیم منو شما بعدن راجع بهش حرف میزنیم باشه 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 12,500,000 تومان نه یک کلام بیشتر نه یک کلام کمتر یک ریال هم تخفیف نمیدم رامبو چه با ابهت از پله رفتی بالا اگر ما این جهانمون رو یک صفحه بزرگ بزرگ و بی انتها فرض بکنیم و آدم ها بشن خطوط این صفحه یعنی مثلا ماها که آدم هایی که مهربونن خطوط های مورب آدم هایی که ایستادن خطوط های اینجوری عمودی و آدم های عصبی خطوط شکسته کسایی هستن تو این دنیا که این خطوط رو به هم وصل میکنن و نقاط مهم این هستی بیشن مثل دانشمندا که با علمشون ماها رو به هم دیگه وصل میکنن و جهان رو به هم وصل میکنن مثل قهرمانامون که اونها هم نقاط مهم مؤثرین که این خطوط رو باز به هم دیگه وصل میکنن ولی این وسط پیامبرهایی که در طول شکلگیری این هستی به زمین اومدن و شروع کردن به رهبری و هدایت ما آدما و این خطوط اینا نقطه‌های خیلی عمیق و نورانی این تاریخ و این هستی‌اند که مؤثرترینشون و پررنگ‌ترینشون و درخشان‌ترینشون پیامبر عزیز ماست که سلام زیبای خدا بر او باد و کاری کرده که تمام این معانی و تمام این خطا و تمام این نقاط به شکل یک دایره با هم جمع میشن و همه ما رو به سمت هستی واحد و نور واحد و درخشان هدایت میکنن. موافقی؟ بله. پس
عید مبعث به همه شما مبارک باشه. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. خیلی هم قشنگ. خب جان عیدی میخوای بهمون بدی؟ آره یه کار باحال میخوام براتون بکنم. یه اپلیکیشن، کیا میدونن اپلیکیشن چیه؟ اپلیکیشن؟ خب اپلیکیشن، اپلیکیشن دیگه، اپلیکیشن. اپلیکیشن چیه؟ آره عزیز اپلیکیشن، نه اپلیکیشن، اپلیکیشن دیگه. خیلی خوب. با تی آی او ان نوشته میشه. بله بابا تو اونجاش که با هم مشکلی نداری. چرا دیگه یه جوری گفتی انگار اپشو نمیگی؟ اپشو باید بگو مگه؟ بگو. اپلیکیشن دیگه. نه اپلیکیشن. خیلی خوب. همه گوشی تلفنتون در بیارید. همه در بیان، زنگ بزنید به خانواده هاتون. نه بابا. نه چرا؟ نه مگه تو مسافرتیم؟ مگه گفتم نگران نباشن؟ نه خانواده. عزیز من نگران چی؟ بعدم همه خانواده اومدن اینجا. کیا خانوادگی اومدن؟ بیا عزیزم نگاه کن. آه من فکر کنم باید زنگ بزنیم خانواده ها. باید نه برین تو بخش پیامک زدن بنویسید 2000 2 3 0 2 3 0 باشه. 780 نه جان خب خب حالا بنویسین یک. حالا یک رو بفرستین. باشه. چی براتون اومد؟ الان یه چیزی براتون اومد یا نه؟ یه جواب نیومد؟ جواب نه نومده. الان میاد. نومده هنو نومده. رامبو رامبو جواب نومده هنو برمون. عزیز من آرامش رو حفظ کن. الان میاد. یعنی ما مشکلی دارم؟ ما مشکلی نه نگاه کن ببین مالا خیلی هنو زیمده. آخه برای ما هنو نومده یعنی ما مشکلی پیدا کردم رامبو. 2780 2780 یک رو بفرست رامبورد. ما یعنی خطم خراب شده رامبورد؟ نه خب برای ما نیمده هنو چیزی. عزیز من اولا اینقدر استراب نگرانی و بغض نداره. خب ما روز ندارم ما چی که ما کار خلافی کردم؟ نه ما مثلا مال مردم خوردم و نه چه ربطی داره؟ ما مثلا حقی ناحق کردم؟ نه هیچ کاری نکردم. الان یه اتفاقی میفته. الان برای تو یک جواب میاد که یه لینکه. اون لینک رو بزنی دانلود میتونی بکنی اپلیکیشن نباشه. رامبورد جانه تو الان حرفی ما باید زدم حلالم کن. اگه بدی بهت کردم جان کردم کردم آروم باش برای منو رامبورد رامبورد برای ما اومد ببینم. نمیخواد نمیخواد حلال کنی. اومد اومد. آره حرف بدی بهت زدم ام نداشتی. آها خیلی خوب اینو دانلود کنی. اینو بزنین دانلود همون آدرسی که براتون فرستادم. دانلود داری تو؟ آها تو داری قبلا. دانلود کنم. آره دانلود کنین. بعد ثبت نام باید بکنین. خیلی ساده است انجام بدین. شما صاحب یک اپلیکیشن میشین خب که توش پر موسیقیه. بکنین این کارو بکنین همه. جناب خواهم میخوای آهنگای تو رو بذاریم اون تو؟ بذاری آهنگ های بذار حالا ما میخوام آهنگا رو قشنگ برام استدیو ضبط کنم بپکنم بعد بذاری تو باشه؟ آها خیلی با کیفیت بالا. این کارو کی میکنی؟ میگم قولش از همینجا از ما گرفتین. آره گرفتم. آره واقعا داری میگی؟ آره بابا. بچه جناب خان قول داد همه آهنگایی که میخونه رو با کیفیت عالی بره تو استدیو ضبط کنه و ما بذاریم توی همین نواک اصلا یه آلبوم بدیم بیرون. آره دیگه آره دو تایی تو هم باید یه گوشت باشی که من میخونم هر جاشو تو بگی. خب کمربندامون رو ببندیم. بچه هر موقع دانلود شد کامل شد به من بگیم. دست چپ بالا. دست چپ آماده؟ یک دو سه هش بستی؟ رامبود رامبود چی شد؟ رامبود این کامل تو نافمه کامل عزیز من رامبورد بکش در بکش در رامبورد یواش یواش نافمه تو نافمه یواش آخ وای وای چرا با خودت همچین رامبورد نافم کامل زخم شده سر این جریان کمر منو نمیدونم چی کار بکنم.
ناف نمونده برای ما دیگه. سفت میبندی بعدم چرا رو نافت تو سوراخ داری میکنی؟ چه کار میکنی با خودت؟ نمیدونی مسخره بازی های شما شروع کردی کلید زدی. ما چی کار داشتم؟ دیوونه شدی دیوونم داری میکنی. خیلی خوب رامبوت. بله. جای شما خالی. چرا؟ مرسی. بوشهر بودم. خب به جان خودم. یعنی اینجا ببین هوا گرمه، ببین اونجا چه خبر بود. واقعا خیلی آتیش میبارید ها، آتیش میبارید، ولی بوشهر خوش گذشت، خیلی قشنگ بود. بخ بخ رام بود ها. یه چیز باحالی معبوشه میشه بار منو ببری بوشهر؟ حتما با کله میبرمت. دمت یه چیز باحالی یادم رفته بود توی سفره، دوباره یادم اومد. چی بگو؟ دیزنگرو. بله؟ دیزنگرو. چی؟ دیزنگرو یه چیز خیلی باحالیه اونجا. خب تو افسانه‌های قدیمی بوشهر وقتی ماه گرفتگی میشده خب اینا فکر میکردن دیزنگرو میاد ماه ور میداره. خب بعد ماه گرفتگی که میشده همه میموندن تو خیابون شب رو دلی و رو قابلمه و اینا یه چیزی میزدن میخوندن که دیزنگرو ماه ول کنه. چقدر افسانه قشنگیه ای. چه افسانه قشنگی. گفتن دیزنگرو ماه ول کن، ماه چارده ول کن، دیزنگرو ماه ول کن، ماه چارده ول کن، دیزنگرو ماه ول کن، ماه چارده ول کن، دیزنگرو ماه ول کن، ماه چارده ول کن. ما گرفتی تو والله، سیچه گرفتی تو والله، ما گرفتی تو والله، سیچه گرفتی تو والله، دیزنگرو ما ول کن، ماه چارده ول کن، دیزنگرو ما ول کن، ماه چارده ول کن. چطور بود رامبور؟ خیلی قشنگ بود. دمت گرم. اصلا دمت گرم ما رو با این ترانه و این افسانه آشنا کردی. دیونه ای افسانه های قدیم ایران خیلی ای چیزا داره. ای کاش که میشد جمع آوری بشه. ای کاش. واقعا ای کاش. چی شد؟ نمیدونم. ای جان جان. چی شد؟ اومدی برام یه سرفه کردم؟ آره. یه جوری اومدی انگار میخوای دعوا کنی با من. نه عزیزم، اومدم ببینم چی شده، کمک کنم. دماغم چطوره از این فاصله؟ خیلی قشنگه. گوشم ای فاصله بگی گوشو. گوشو. خیلی قشنگه. بچگه؟ خیلی قشنگه. قربان جان جان میشه اینو برداری از رو گوشت؟ او کار بیزینسیمه، بردارم یکی زنگ بزنه شما پاس رو گویی؟ خستم کردید از روز اول این رو گوشش رو. شما میشه این گنبولی عجل و دهنت برداری؟ این کاربرد داره. این برای این که داره. میکروفون صدای من باید ضبط بشه، صدای منو بشنوه. اینم هدست باید صدای منو بشنوه. زمانی که تو خندوانه هستی اینو بذار کنار، نمیخواد بیزنس کنی. باشه باشه باشه. الان این همه مدت کی بهت زنگ زد؟ هیچ کس. الو الو ده نگاه کن. الو جان خالی بند جان ها 10 تا کانتینر لبو رسیده برام، اینا رو بفروشم کل خندوانه میخرم میذارم جیب بغلم. باشه باشه قربونت فدو. رویا عمیق ببینی، شب تا صبح تو رخت خواب قد بزنی، لوته تو هوا نگاه کنی، رخت خوابت به گل سرخ بده. فدو بود بود خدافظ. بفرما این هم بیزینس ما. خیلی خب معذرت میخوام. قربانه جاکرتیم. قربانه لوس با هم حرف میزنی شما که با هم بیزینس میکنیم. قربانه موافق شادی برنامه رو تقدیم کنیم به همه مسلمانان جهان. آره این خیلی قشنگه. ما هم از طرف خودم یک کوچولو میخوام به بعضیا تقدیم کنم. بگو ببینم. اول شما تقدیم کنم و آخر یه چیزی اضافه میکنم. باش. پس لطفاً همه بلند شین. شادی برنامه امشبمون رو تقدیم میکنیم به همه مسلمانان جهان و رامبو جان. جانم ما دوست دارم یه بخشی از شادی برنامه تقدیم کنیم به او کسانی که خندوانه رو نمیبینن بلکه میشنون. آها ما دیروز یه خانمی بهم زنگ زد گفت هم ما هم شوهرم نابینا هستیم ولی یه پسر داریم 6 سالشه این بیناست. ما ستایی میشیم پای برنامه تون. ما و همسرم برنامه میشنویم، پسرم هم کلی ذوق میکنه با شما. میشه از ته دل شادی برنامه رو به اونایی که برنامه رو میشنون تقدیم کنیم؟ بله قشنگه؟ خیلی قشنگه. پس به افتخارشون تشویق بکنیم. افتخار همه. Thank you.
عیدتون مبارک. من جا داره تبریک بگم عید مبعث رو به همه آدم ها، همه انسان ها و علل خصوص مسلمان ها و ایرانی ها، به خاطر اینکه حضرت رسول فقط مال ما نبوده، یه همچین آدم بزرگی فکر میکنم که برای کل دنیا ارزش داره. بله. شما سردرد دارید صبح شب دیگه، این همه بوی خوب، چرا باید سردرد؟ اونایی که سردرد دارن من توصیه میکنم بیان عطر فروشی، سردردشون هم برطرف میشه. عطر فروشی باغ گل مدرنی. عید مبعث و اینام فروشتون بیشتر میشه؟ 100%. خود حضرت رسول عاشق عطر بوده و خیلی از کاراشو با عطر شروع میکرده، حتی ما خونه خدا رو هم با عطر میشوریم، پس بهتره که تو این روزا با عطر شروع کنیم. از این بازی هم ندارید که مثلا به مناسبت فلان تخفیف و اینا؟ چرا، آدم ممکنه یک کسی دوستش باشه. من خودم تولد مولا رو با اینکه گذشته تبریک میگم، تولد مولا، مبعث، تولد حضرت رسول، تخفیف میدین، عیدای خیلی خوبیه و هر چیزی که جشن باشه حتما خوبه و مردم ایران شاد بشن، تخفیف هم بدن. یه مناسبتی پیش اومده، ما امروز عید میخواییم بریم با عزتون بله برون، چه عطری بزنیم؟ بهترین عطر اینه که مقدار ملایم باشه، حداقل تو اون چلنج بله برون اول بره. خلاصه اوضاع رو به هم نریزیم. چه خبره؟ این همه عطر باید بزنیم؟ حتما. شما به فقط به خودت فکر میکنی ها؟ به ما به همه فکر میکنی. بخوایم مریض نشیم باید شاد باشیم، واسه شاد بودن باز ابزارش هم معیار باشه، بهترین ابزارش رایحه خوشه، رایحه خوش توی عطر باشه. خب ببینم، خنده تاثیر داره در فروش؟ خنده در فروش خیلی تاثیر داره، حتی خنده توی موندگاری عطر هم تاثیر داره. هیچ کس اصلا توجه نمیکنه. میدونین که قاتل عطر و کلون، ماندگاری بو، یکیش استرسه، یکیش اخمه. نه بابا، هر چقدر شاد باشی نه بابا بیشتر اخم و استرس. تغذیه‌مون هم خیلی شرط، فست فود یکم کمتر. کسی تعالی به شما گفته چه خنده خوبی داری؟ از ته دل دوست دارم، خدا رو شکر. خدا رو شکر. خنده بانه رو میبینید؟ خیلی زیاد. تکراراش هم میبینید؟ نه متاسفانه دیگه سر کار. حرفی ندارید به خندبانه بزنید؟ برنامه بسیار خوبیه، امیدوارم که همیشه برقرار باشین، شاد باشین. از همینجا من روی جناب خانو میبوسم. نمیشه یه عطری باشه بوش بره تو خونه ها؟ این بویی نیست که بره تو خونه ها، بویی که بره تو خونه ها باید بوی انسانیت باشه، بوی معرفت باشه، بوی همدردی و رفاقت باشه. مرسی از شما. ممنون ممنون. امشب دو تا مهمان داریم و دو تا مهمانی که جدا جدا باشون گفتگو میکنیم و میخوام دعوت بکنم از مهمان اول. با افتخار دعوت میکنم از جناب آقای ارشا اقدسی. سلام سلام. یه پیت 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 دارم. سلام آقا. سلام سلام. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. حالتون چطوره؟ عالی. حال تو چطوره؟ منم عالیم. اون اپلیکیشنی که دانلود کردین رو بیارین بالا. من چی بیارم بالا؟ اپلیکیشن نواک رو دانلود کن، خیلی باحاله. خب حالا آهنگی که دوست دارین پخش کنین. دیدین تمام مسابقه لب آهنگم توشه. خیلی چیز داره.
الان کیا دارم؟ بگی بالا بابا تو بالا بریم کوه کدوم کوه همون کوه صبح امید وطن جلب کن در آسمان همچومه یکی زنگ زده وسط خب مبارکه دیگه اپلیکیشن نرم افزار داری ارشا برامون توضیح بده که تو داشتی میره بورسیه گرفته بودی بری ایتالیا درس بخونی نه؟ درست بعد تربیت بدنی بخونی بله بعد چی شد که یهو علاقه من شدی یا آشنا شدی با بدلکاری؟ و بعد دیگه موندگار شدی و انقدر جدی بدلکاری رو پیگیری کردی. آره. والا خیلی راحت نبود همین بورسیه شدن. من رشته اصلیم توی ورزش آیکیدو بود و از طریق فیلم آیکیدو. بله. یک دفاع شخصی خیلی در واقع فلسفیه و آرومه و توش حرفای قشنگی برای گفتن داره. یعنی شما تو اون رشته رزمی حرف میزنین به جن که عمل بزنین طرفو. اتفاقا واقعا یعنی من اگه حمله کنم به تو میگی این یه چیزه یعنی چی؟ یعنی شما شک کردی الان مثلا حمله کردن چیکار میکنید؟ یه لحظه با یارو صحبت میکنی و یارو حمله نمیکنه بذار یه بار دیگه حمله کنه این اتفاقا هستش توی چیز اتفاقا این هویا گفتن به شما انرژی میده خب یعنی وقتی میخواین خیلی ناراحتین میخواین یه دفعه خوشحال بشین میتونین کلمه رو استفاده کنید یعنی چی؟ هویا مثل هورا همیشگی هویا متو خیلی با انرژی باید بگید واقعا من حمله کنم تو چیکار خب خیلی کارا میشه کرد. چرا همش آدم یه بار دیگه میچرخونه؟ چرا همش میدی یه بار دیگه که انگار وجود نداری؟ بفرمایید. خب. آره، خیلی رشته آروم و جدی خوبه. بله. و جدی این یه کلمه‌ای که من تازه پیداش کردم. یعنی هر موقع ناراحتم یا توی ورزش خیلی خسته میشم، یه دفعه میگم و یه دفعه خیلی انرژی خوبم دست میده. بله. و بورسیه شدم برای تربیت بدنی رشته تربیت بدنی توی ایتالیا دو سالی هم طول کشید یه دفعه با مرحوم پیمان ابدی آشنا شدم و واقعا شیفته اخلاق و رفتارش شدم پیمان درجه یک و روحش شاد بشه بهش گفتم که من دارم میرم ایتالیا و 4 ماه دیگه باید برم اما نمیخوام اونجا از کارهای دیگه شروع کنم ترجیح میدم از همون ورزش شروع کنم میخوام همینجوری بدلکاری کنم برم اونجا پول در بیارم گفت 4 ماه بدلکار نمیشه حالا دوست داشتی بیا کلاس‌ها رو باورتون نمیشه از جلسه سوم من یه دفعه دیدم هر چیزی که دلم میخواد اینجا هست همه کارهایی که شما اجازه ندارید بکنید همه کارهایی که اجازه ندارید خب مثلا شما طبیعتا توی خیابون نمیتونید برید از یه پل بپرید وسط خیابون منظورم از اجازه نداشتن اینه و همه کارهایی که شما تو دلتون مونده که یه روز اینا رو انجام بدین همه رو میتونید تو این رشته پیدا بکنید و همه رو یک جا دارید یه دفعه خودم توی بدلکاری پیدا کردم و هر چیزی که دلم میخواست انجام میدادم هر چیزی که دلم میخواست و از همه چیز جالبتر میدوش که یه نفری شما به عنوان استاد داشتید که میتونستید ازش سوال بپرسید و اون راه نماییتون بکنه چند جا تال آسیب دیده؟ راست بگو توی کار یک جام ولی توی تمرین خیلی پیش میاد که آسیب ببینم توی ورزش و نرمش همون که میخوایم انجام بدیم نه سر فیلم سر صحنه فیلم برداری به عنوان یک بدلکار آره چند جا و چند بار آسیب دیدی یه بار یک بار فقط اونم سر کار یه بار سر کار من بله این همه فیلم کار کردی چه خاطر خوبی از من دادی نه اون شروعش بود عرشا من یه سریالی میساختم به اسم نشانی عید پخش شد عید فکر کنم سال 87 1387 و عرشا و تیمش که تعدادشون زیاد نبود عملیات بدلکاری و اون سریال به عهده داشتن عرشا سر یک سکانس و یک پلانی که میپرید روی کاپوت ماشین بعد راننده عقب میره فرا میکرد بعد میدید نمیتونه این ول نمیکنه گاز میداد به سمت جلو گاز با سرعت زیاد یهو ترمز میکرد این از رو کابوت پرت میشد پایین میرفت لای کیسای زباله یادته؟ بله یه بار گرفتیم 12 بار گرفتیم 12 بار گرفتیم
من داشتم بار 12 اون اتفاق من دونه دونه داشتم گفتم 12 بار گرفتیم، بار 12ام عالی شد. هر بار یه چیز بود، انگار لق بود، انگار خوب پرت نمی‌شد. منم ول نمی‌کردم، تو هم البته ول نمی‌کردی. یعنی دقیقاً، یعنی شما راضی شده بودید، هر دومون وسواس داشتیم که تو وسواسی تر از منی. و بالاخره دفعه 12ام اساسی پرت شد، از همون جا انقدر خوب پرت شد رفت بیمارستان. یعنی یه ضرب جوری پرت شد که رفت تو بیمارستان، خوابید، عمل جراحی رو دستش کردن، مچ دستش شکست. بله، از 4 جا شکست 6 تا پین توی دستم گذاشتم. و اتفاق مهمتر این بودش که بعدش من داشتم از بین میرفتم، من خیلی روحیم از بین رفت، یعنی واقعا احساس کردم که دیگه زندگی تموم شده برای من و من دیگه نمیتونم این کار رو انجام بدم. و شما یه بار دیگه به من اعتماد کردی و اجازه دادی با همون وضعیت یه کار جدید رو با هم انجام بدیم، که اون کار جدید دوباره منو زنده کرد. آره عجیب بود. یعنی ما با همون دست روی دیوار دویدیم از ساختمون. پارکور موقع خیلی مود نبود، خیلی کم بود. بله. کم بود. بله. و تو کلی تکنیکای پارکور رو اجرا کردی. بله. خیلی خوب بود. من همش در حال سکته بودم ولی خب اولین پرش یادم شما نگاه نمی‌کردین. آره. آره. من از طبقه از ارتفاع دارم، من بیشتر از ترس از ارتفاع، ترس از ارتفاع دیگران دارم. یعنی یه نفر تو ارتفاع واسه من سکته می‌کنه. منم به خدا واقعا خودم میتونم مثلا تا اینجا یه جای بلند بیام، ولی اگه من اینجا باشم یکی بیاد اینجا من اینجوری میشم. نرو بیا عقب. بعد اینم که همشون لبه هاست دیگه، اونجا ها اصولا قضا میخوره، حرف میزنه، تلفن جواب میده. خیلی خاطره خوبی بود. خدا رو شکر. حالت خوبه؟ عالیم. تو لبه هنگ دوم شدی. خیلی خوشحالم. اصلا فکر نمی‌کردم. خیلی زود ناراحت میشم، خیلی زود احساساتی میشم. احساساتی میشی اشک در میاد؟ سری. خیلی هم قشنگه. و خیلی حس خوبیه. یه روز صبح که از خواب پا میشی تا شب که بخوابی رو برامون تعریف کن. خب خیلی بستگی داره تون که تون تون تون. خیلی بستگی داره اون روز چجوری باشه. اولا که صبح خیلی سخت از خواب. یه روز با حال دیوونه‌اش رو تعریف کن. باشه. سوار ماشین میشم، شروع میکنم حرکت کردن به سمت جایی که قرار برم. با دوستان قرار دارم و بچه‌ها دونه دونه میان. اگر من زود رسیده باشم دونه دونه شون دعوا میکنم، میگم واسه چی دیر رسیدی؟ واسه اینکه خودم اون روز استثنا به موقع رسیدم و سعی میکنم مثلا از خیلی از اوقات تو دیرتر از من. آره خب، ولی خب من چون مثلا نمیتونم اینجوری بشه. آره من چون رئیس تیمم. خب واسه سوء استفاده میکنم. آره منم از این کار هر کی دلیل میاره اون چیزا الکی خور دعواشو میکنم، بعد شروع میشه. یعنی از وقتی که بچه‌ها جمع میشن اتفاقای خوب همش دونه دونه میفته. در نهایت میرسیم به اونجا و قراره که اون کاری که انجام بدیم. خب فرض میکنیم که مثلا یه جای 15-16 متری و شما قرار بپرید روی دوشک. اول نفر من میرم بپرم که ببینم اوضاع چجوریه. 15-16 متری یا 15-16 متری؟ نه 15-16 متری به 3/2 متری مثلا. من میرم اون بالا، بعد نگاه میکنم میگم که عجب غلطی کردم، اول نفر میخوام بپرم مثلا. بعد میگم که خب اینا شاگردای منم و دارن به من نگاه میکنن و توقع دارن که تو اول بپری. من وقتی پایین چیزی باشه که قرارش بپرم یا اگر یه چیزی بهم وصل باشه داشته باشم، از ارتفاع نمیترسم، چون به این چیزایی که هست اعتماد میکنم. آره. ولی همینجوری نمیتونم برمی کاری بکنم زیاد لب ارتفاع. بعد شروع میشه پریدن. وای باورتون نمیشه، یعنی من بالای 1000 بار 2000 بار پریدم واقعا، ولی هر بار که میخواین بپرین انگار دفعه اوله. هیچ فرقی نمیکنه که از 2 متری دارین میپرین یا مثلا از 10 متری یا 15 متری. من بیشترین ارتفاعی که رو دوشک پریدم 55 متر بود. البته دوشکی که روش پریدم بزرگترین دوشک دنیا بود، توی روسیه پریدم و 55 آره، متر رو پریدم. 10 طبقه. خیلی عالی. من رو هوا کلی وقت داشتم، داشتم فکر می‌کردم یا چرا نمی‌رسم، حالا باید بچرخم مثلا، اینقدر وقت بود. ولی خیلی عالی بود. شروع میشه پریدن، ضربان قلبتون خیلی میره بالا، بعد همش دارین فکر می‌کنین که باید این تکنیک رو اجرا کنین، اگر اشتباه بپرید آسیب می‌بینید یا هر چیزی. و یواش یواش شروع میشه، از پرش‌ها خیلی ساده، بعد یواش یواش بین بچه‌ها رقابت ایجاد میشه، هر کی دوست داره حرکت نمایشی بزنه و آخرش دیگه باید بیاد ببینید. دیگه نمیشه ماها رو جمع و جور کرد، یعنی میگیم بابا بس دیگه، وقت تموم شده میخوایم بریم. و گرسنگی هم این وسط هست، منتها کسی ترجیح نمیده که دوشک و پرش رو ول کنه و بره غذا بخوره. خلاصه یه اتفاق خیلی ساده این شکلی میفته و در نهایت پرش خیلی خوبه و شب درب و داغون همه خاکی و خسته برمیاد میخونه. تو زندگی هم میتونی بدلکار باشی؟ میتونی از موقعیت سخت رد بشی؟ واقعا اینجوریه.
خیلی جاها شما گیر میکنید. ما توی خیلی از شرایط از زندگیمون گیر میکنیم و باید تصمیم میگیریم. توی بدلکاری شما تصمیم میگیرید و توی بدلکاری شما توی یک لحظه بزرگترین تصمیم زندگیتون رو میگیرید. فرضاً وقتی من از ارتفاع 15 متر میپرم، یک ثانیه و دو دهم ثانیه هم چیزایی روی هوا، بیشتر از اون نیستم. شما توی یک و دو دهم ثانیه خیلی فکر را میکنین. خیلی شنیدین که همه میگن اون لحظه همه چیز اسلو موشن شد، همه چیز آروم شد و ما همه چیزو به صورت آهسته داریم میبینیم. این اتفاق واقعیه. به خاطر هورمونایی که توی بدن شما ترشح میشه، شما شش دنگ حواس بدنتون، پنج حس بدنتون به شدت عالی کار میکنه و یک سری هورمونا توی بدنتون ترشح میشه که دلیل این که ما خیلی پیگیریم ورزشیم و آدمهایی که دنبال ورزش‌های هیجان انگیزن همیشه پیگیرن اینه، به خاطر اینکه تو اون لحظه اینا یه حالت‌های خاصی دارن و یک تصمیمات خاصی میگیرن، حس خاصی بهشون دست میده که قابل مقایسه با هیچ چیزی نیست. و ما واقعا آدم‌ها رو دوست داریم اون موقع. من وقتی مستقیم میرم جایی که احتمال خطر خیلی زیاد وجود داره یا حتی احتمالی که شاید جونم از دست بدم وجود داره، میفهمم که جون خیلی ارزش داره. شاید یه سری فکر میکنم مثلا ما چون دیوونه ایم از یه جایی میپریم اصلا ارزش سلامتی و جون رو نمیدونیم. اتفاقا ماها خیلی بیشتر میدونیم. ماها خیلی بیشتر میدونیم که افتادن و خطر وجود داره. ماها خیلی بیشتر میدونیم که تو خیابون سرعت باعث خطر میشه برای دیگران، چون ما میدونیم که تصادف اتفاق میفته، چون ما تصادف ها رو میسازیم. و به همون اندازه برای جون تک تک آدما بیشتر از همه ارزش قائل میشیم، چون فکر میکنیم که شاید این دوستم که خیلی دوستش دارم رو توی یکی از همین اتفاقا از دست بدم و دیگه نبینمش. شده توی موقعیتی قرار بگیری تو کارت که احساس کنی خطر مرگ داره؟ خیلی جدی. آره، من یه بار که فکرم تموم شد مردم. اسم فیلمش فیلم مخمسه آقای سجادی بود. خدا بیامرز آقای ابدی قرار بود با ماشین بپره و من با موتور از زیر ماشین سر بخورم. این که چجوری من اون کار رو قبول کردم اون یه داستان خیلی مفصل داره، ولی در نهایت که قرار شد این کار رو انجام بدیم، یه کلوکاسکت خیلی داغون هم به من دادن که وقتی میذاشتم شیشهش رو پایین نفس میکشیدم بخار میکرد، من هیچی نمیدیدم. به خاطر همین داده بودم بالا که اینا بگن 3-2-1 حرکت، وقتی میدادم پایین نفسم رو حبس میکردم که نفس نکشم، بخارش باعث بشه من نبینم. من با موتور حرکت کردم، یک روب بود که موتور سواری یاد گرفته بودم اون موقع. یک روب من دوچرخه سواری خیلی خوبی بودم، ولی موتور سواری اصلا نمی‌دونستم دندش چجوری، اصلا این راستیه دندش یا چپیه، نمی‌دونستم اصلا چجوری باید عوض کنم. گازشو گرفتم و فقط صدای ماشین پیمان رو می‌شنیدم که از یه فرعی داره میاد و ما همدیگه رو نمی‌دیدیم. قرار بود که وقتی پیمان می‌پره من ازش سر بخورم. من کلاً عادتمه قبل از انجام هر کاری خودم رو تصور می‌کنم توی اون صحنه که چه اتفاقی می‌افته. من خودم تصور می‌کنم که خب پیمان می‌پره، من با کله میرم تو ماشین. گفتم خب نه، این که خوب نیست. دوباره تصور میکنم که من دارم میپرم و پیمان میاد گردنم از اینور میشکنه. میگفتم اینم خوب نیست. تصور میکنم که خب من از این ماشین رد شدم و پیمان روی من فرود میاد. میگفتم ای بابا من چرا هرچی تصور میکنم تو همش مردنه، یه دونش زنده بودن در نمیاد. ولی اونجا که میگم شما تو یک لحظه اینقدر خوب میتونید تمرکز کنید که توی زندگی واقعی ما این کارو نمیکنیم. واقعا فقط شما وقتی مجبور میشید این کارو میکنید. من وقتی شروع شد به حرکت موتور و گازش رو گرفتم، زدم تو دنده و رفتم، فقط صدای دنده عوض کردن ماشین پیمان رو میشنیدم که داره دنده عوض میکنه، تصمیمم هی جدی‌تر میشد که باید این کارو بکنم. و اونجا بود که یه لحظه یعنی فهمیدم که میتونم. تو کل مسیر یا قبلش نمیدونستم که میتونم یا نه، اون لحظه فهمیدم که میتونم این کارو بکنم. حتی این اشتباه ها، یعنی این تنها باری بود که من اینجوری یه کاری رو انجام دادم. و وقتی ماشین پیمان رد شد، من از زیرش داشتم رد میشدم، همه چیز وایساد. من اینجور نگاه میکردم، گفتم این که لوله اگزوزشه، این منبع اگزوزه، الان این ماشین رو سر منه. من باورتون میشه به همین مدت من داشتم راجبش صحبت میکردم و من اینقدر ترسیدم اینجوری کردم. حالا نگاه مثلا شما دست تو بیار رو سرت یک کنیم تو ماشین بیاد رو سرت لهد نمی کنه. بعد وقتی رد شدم اونجا رو زمین این شکلی خوابیده بودم با موتوری که شما رد میشه اینجوری خوابیده بودم. بعد سرم آوردم بالا، دیدم همه رو میبینم، فهمیدم زندم و هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد خوابیدم، گفتم آخیش، نفس کشیدم. بعد خیلی لحظه جالبی بود. خدا بیامرز پیمان سریع از ماشین پیاده شد، دوید سمت من. بعد من که خیلی خوشحال شده بود و گفتش که من هرشو دیدم تو داری از زیر ماشین رد میشی. گفتم پیمان کی از من دیوونه تره، کی از من دیوونه. همی گفت تو. بعد ما همی پردیم بالا. بعد مثل فوتبال که گل میزنن، من کاسکت دستم بود، دلم خواست کاسکت رو پرت کنم بالا. بعد تو اون لحظه فکر کردم کاسکت رو نندازم بالا بخوره تو سر یکی، پیمان ناراحت شه، من همش نگران بودم که اون ناراحت شه. بعد کاسکت گرفتم شروع کردم در رفتن، همه می‌خواستن هی منو بگیرن، من اصلا نمیتونستم وایسم، یعنی انقدر هیجان زده شده بودم نمیتونستم رو پاهم وایسم، فقط میدویدم مثل فوتبالیستا که گل میزنن.
خیلی لحظه جالبی بود و برای من اون لحظه یکی از مهمترین لحظه بود، چون پیمان خیلی خوشحال شده بود و منم یه کاری رو انجام داده بودم که فکر نمی‌کردم که بتونم انجام بدم، ولی واقعا فقط همین یک بار بود یه کاری رو این شکلی انجام دادم. بزرگترین آرزو چیه؟ آرزوی خیلی بزرگ زیاد دارم. ولی حالا بخوای آرزو کنی چی میگی؟ آرزو میکنم از برج میلاد بپرم. آرزو میکنی از برج میلاد بپری پایین؟ یه بار نه ها، تو را خدا. حالا که دارید آرزوی من برآورده میکنید حداقل یه بار نه. چرا مگه ما گفتیم برآورده میکنیم؟ حالا این همه انرژی خوب هست، این همه انرژی خوب خیلی خوب باشه، میگم بهت. چند بار بپری پایین؟ حداقل 4 بار. حداقل 4 بار بپری پایین؟ آره. لوس نشو دیگه. واقعا 4 بار کاری نداره، تو 2 ساعت میشه 4 بار پرید. تازه من که خیلی سرعت هم کمه. آخه این اجازه رو نمیدن. چرا بخوان میدن؟ نمیدونم، شاید هم اجازه رو ندن. خندوانه تلاشش رو میکنه که این آرزوی تو رو برآورده کنه. بعد من برای خندوانه چیکار کنم؟ دفعه پنجمه میشه برای خندوانه بپره. دفعه دومش بپره. ولی واقعا اگه خواست بپره پایین یه پرچم به غیر یه بار با پرچم ایران بپره. حتما این کارو میکنم. یه بار با پرچم خندوانه بپره. حتما این کارو. دو دفعه دیگه شو هر جور دلت خواست. باشه. آره خدا رو شکر، چون خیلی نقشه داشتم. همش فکر میکردم که چه حرکتی بزنم موقع پریدن. آره امیدوارم این اجازه رو بدن. یعنی فکر میکنم این اجازه رو بدن. تا حالا کسی از برج میلاد پریده؟ بله خدا رو شکر. 25 نفر تا الان از برج میلاد پریدن. از پس میشه خیلی کار دم دستی. آره نه دم دستی نیست. من نپریدم همین برج میلاد. مدام دارن از برج میلاد میپرن پایین. برج میلاد که از امن‌ترین جاهایی که میشه ازش پرید. اینجور پرشا رو انجام دادن. بله. ولی اتفاق خیلی خوبی که میتونه بیفته اینه که ما بتونیم هر سال شرکت کننده خارجی رو دعوت بکنیم و اونها هم بیان و از این پرش استفاده بکنن. همونجوری که من دعوت میشم کشورهای دیگه و میرم میپرم و خیلی اتفاق جالبی، یعنی یه چیزی مثل المپیک میمونه بین ماها و پرچم همه کشورها هست، شما نماینده کشورتی وارد کشور دیگه میشی و خیلی اتفاقات فرهنگی خوبی بین ماها میفته. قول بدی اینجا که بیرون از اینجا یه کاری بکنی دل یک نفر تا چند نفر شاد بشه، احساس خوشحالی بکنن، چیکار میکنی؟ خیلی مسخرهش اینجوریه که برم زنگ همه خونه رو بزنم دونه دونه شون رو شاد کنم، ولی دلم میخواد که میشه لطفا خوشحال شید؟ زنگ بعدی میزنی شق رو میزنی تو گوشت میگه هفته دو بار میای زنگ میزنی میگه خوشحال شید من میخوام بخوابم. خب با یه دفعه ولی اتفاق افتاد، ما زنگ میزدیم فرار میکردیم و من یه پس گردنی خیلی خوب خوردم. آره دلم میخواد هممون این وای ما تازه تکنیک داشتیم، تکنیک همه این کارو کردیم نه؟ کاغذی با سر زنگ زدن برقا میرفت چسب. آره رو تمام درهای آدامز زنگ چه احساس قدرتی بود. بعد برق که میومد همه گفتن بعد بعضی وقتا نصف شب برق میومده تونه دیر برق میومد. خیلی کار زشتی بود، خیلی کار بدی بود. یه بارم یکی از بارایی که زنگ زدم به مزی گفتیم بی اومدیم بری در باز شد. همینجا هم دیگر نگاه کرد گفتم منزل آقای فلانی. برو بچه برو در خون خود. خیلی متشکرم. بگو چی کار میکنی؟ بجام و فکر کنم مهمون بعدی تو راهه بودو. مهمون بعدی رو مهمون بعدی دلم میخواد بهزیستی و جاهای این شکلی بتونم برم یه کاری بکنم که چی کار کنیم؟ بگو. من خیلی وقت پیش رفتم یه عالمه عروسک گرفتم واسه محک و بردم دادم. خیلی شاید بهتون بگم 3 تا 4 تا کیسه خیلی بزرگ عروسک گرفتم. خیلی جالب بود، حس خوبی بود، ولی همش اینجوری بود کاره. یعنی همش شما عروسک ها رو میبردی میدادی دونه دونه. دوست دارم یه کاری بکنم، نمیدونم شما بهم کمک کنید، مشارکتی انجام، چون شما شنیدم میایین فیلم میگیرین دیگه. آره دیگه. خب میتونیم مشارکتیش بکنیم. میتونی یه کاری بکنی، مثلا ابزار و ادواتی که بشه مثلا مثل ترامپولینگا ها بپری بالا و اینا، با مثلا دوشک و یه چیزای اینجوری ها که هیچ وقت ما نداریمش، یعنی دم دست هیچ کس نیست، جایی هم وجود نداره که آدم درشو بزنه بره تو بپره بالا. مرسی. میتونیم یه کار جالب بکنیم. ها. یه دوشک خیلی بزرگ درست کنیم. خب. با طرح خندوانه. بریم. یه جایی رو قرار از اون بالا بندازیم پایین. باور کنید حالشون خیلی خوب میشه. میدونی که شرکت‌های خیلی بزرگ
برو عزیزم کیف کن. عرشا میخواد شادتون کنه. تون تون بپرین همه تون بپرین. شادی دستش هم شاد شین. عرشا خوشحالتون میکنیم. رو هم دیگه میفتن. بگو همه چی از من رسیستی تعطیل شه ها؟ شکفته شد تموم دیگه. یه بخشش تعطیل. نه واقعا میتونیم کار بکنیم، یه دوشک خیلی بزرگ بگیریم و چون واقعا تو پریدن حس خیلی خوبی هست. خب. و دعوتشون بکنیم یه جای خیلی مشخصی. اها. و این پرش رو انجام بدن از یه ارتفاع خیلی ایمن که میدونیم تو این دوشک هر جوری به پرنش اتفاقی براشون نمیفته و واقعا لذت دارن، چون بعضی از جای دنیا همچین فستیوالی میذاره. خیلی باحاله. چند متر باشه درسته؟ از 6 متری میشه این پرش رو انجام داد. خیلی باحاله. آره. نه 6 متر اون دوشکی که من میگم، البته نه رو دوشکی که ما میپرن. منم میتونم بیام بپرم؟ همه میتونن بپرن. ارشا 15 ثانیه لبخند. لبخند با خنده فرق داره راستی. هرچی. خیلی خوشحالم من هیچ وقت این کارو نکردم. نمیدونم باید چیکار کنم. بریم. آماده؟ براش بشمونیم 15 ثانیه بشمونیم بیاین پایین. 1 2 3 عرشا جان خیلی ممنونم. طبق رسم خندوانه لوحمون رو تقدیمت میکنم و علاوه این که هدیه 780 رو هم تقدیمت میکنم. میزنم شارچم. بزن شارچی. بخند شارچی. مرسی. یک دو سه بریم بیان. مبعث آقا رسول الله پیامبر رحمت بر همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت باد. عید سعید مبعث رو به همه شیعیان و مسلمانان جهان تبریک عرض بکنم. هر کجا هستن تن سالم دل شاد و خوب و خوش باشم. سلامتی و طول عمر برای همه‌شون آرزو دارم. می‌فرمایند که مؤمن باید شادیش و نشاطش در صورتش نمایان باشه. تعریف مؤمن اینه که شادیش در چهرهش و غمش در دلش. این یکی از نشانه‌های ویژگی‌های بارز خود شخص پیغمبر بود. هر وقت ایشون رو می‌دیدن لبخندی بر لب داشتن. همونطور که خودشون هم در حدیثی می‌فرمایند که شاد کردن مردم از عزیزترین کارها نزد خداوند هست. ما هم باید از این سیره به اصطلاح یاد بگیریم که پیرو این به اصطلاح رفتار باشیم که رفتارمون رفتار رحمت و مهربانی و دوستی باشه. اصلا آنقدر که ایشون خوش‌خلق بودن و مهربان بودن و شادی و نشاط داشتن، مردم جذب دین و اخلاق ایشون می‌شدن. یه حدیث داریم از حضرت محمد صلی الله علیه که کسی که باعث شادی، باعث قوت قلب و باعث خوشنودی امتش بشه و افراد بشه، جاش تو بهشته. پیغمبر یک ویژگی که داشت در تغییر جامعه خودش نقش به سزایی داشته. یکی از ابزارهای مهمی که موفق به این کار شده ابزار خوشرویی و خوشخلقیشون بوده. خداوند تو قرآن میفرماید ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگه تو پیامبر قلب سختی داشتی مردم از کنار تو پراکنده میشدن. فبما رحمت من الله لنت لهم.
این رحمت و خوشخویی تو بود که مردم رو دور شما جمع کرد. حتی یه بارم در روایتی داره که داشتن شوخی میکردن با امیرالمومنین که کنارشون نشسته بودن پیامبر خرماهایی که نوش جان میکردن هسته هاشو در ظرف امیرالمومنین میذاشتن. بعد فرمودن که به این مضمون که چقدر پرخوری علی که این خرماها رو داری میخوری همش رو داری تو نوش جان میکنی، من مضمونش رو عرض میکنم. و بعد امیرالمومنین در پاسخ میفرمایند که یا رسول الله خوششتا ها پرخور کسیه که خرماها رو با هستش داره میخوره. اینجا شوخی کردن و همه اصحاب فهمیدن که میشه در نهایت تعالی روحی انسان اهل شوخی و اهل مزاح و اهل خنده باشه. خنده رویی مثلا یه ارتباط تلپاتی داره که به اصطلاح باعث میشه اون طرف یه مقدار از غم و غصه بیاد بیرون. انرژی مثبت و خنده باعث میشه اگه انسان دنیا ناراحتی داشته باشه کلن از بین بره، ولی این انرژی مثبت انسان میتونه به دیگران هم انتقال بده. تو جمعی که میریم ورزش که میکنیم خیلی راضیان، همیشه میگم مثلا اومد خندانمون، میگن خندان صدا کنیم خندان میگن آره یه جایی به ما میگن سید خندان اومد. حالتون چطوره؟ عالی. سرحالین؟ عالی. عالی. عرض کنم خدمتون که چطوری؟ عالی. سلام. سلام. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. من حامد لباهنگی. او؟ بله. اینقدر لباهنگ انجام دادم دیگه فامیلی من شد لباهنگی. جدی میگی؟ بله بله. چون مثلا کارم همینه. نه بابا. بله، دیدم شما مسابقه شو گذاشتید، خوشحال شدم اومدم. الان میخواین چیکار کنیم؟ الان اگر اجازه بدید، حالا که ما تا اینجا اومدیم، عیدم هست، مهمونام باحالن، همه عالی، ما هم شرکت کنیم. چیکار کنیم؟ ما هم شرکت کنیم. لب آهنگ؟ بله آهنگ بذارید من لب بزنم. کدوم آهنگو؟ هر آهنگی. تمام آهنگا و اجرای دوستان من همه رو بلدم، همه اجراها رو دیدم. هر کدومو بذارید شما اجرا. هر کدومو؟ هر کدومو. تشخیص با شما اجرا از ما. آخ آخ اون نه اون نه آقای جوان. اون لب زدم اذیت شدم. بعدی. بعدی. من در خدمت شما هستم. من میرم پایین نگاه میکنم. هر جور میخواد تشریف داشته باشه. نه خواهش میکنم. ساده ما غیر معمولی شد، نمیدونم اون روز تو وجودم چی شد، نمیدونم چی شد که وجودم لرزید، دل من این حسو از تو زودتر فهمید، تو که باشی پیشم دیگه چی کم دارم، چه دلیلی داره از تو دست بردارم، بین ما کی بیشتر عاشق من یا تو، هر چی شد از بالا همه چیزش با تو. هم دل بندی هم دل میبری زیبای خفته، گهی با ما گهی با دیگرانی، ای سیه مو کمی کم کن از آن ناز و ادای گنگ و پنهان، شبیه نامه های بی نشانی، ای سیه مو نمیدانم کجا زلفت جنونم را برنگی، کجای زندگی من تو رو دادی سیمو، نمیدانی کجای قلبم و گیری نشونه، تو صاحب اختیار مال مختاری سیمو، دیگه دست من نیست بستگی داره به تو، بستگی داره که تو تا کجا دوستم داری، بستگی داره که تو تا چی دوستی نتونی عاشق من بمونی، من رو تنها نذاری باشیه بوی من، گل خوش بوی من، بیا با ما وفا کن، بیا بگذر از بوی من، ای با سیاه موی من، مرا از سوی من، اگه بری میمیرم بیا خنده نمره خوش بوده نمره خوش بوده نمره خوش بوده نمره خوش بوده نمره
خوش گله خوش گله خوش گله خوش گله 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 بوده ی زیبای خفته من اینا تا این هم سیاه مو میشناس دل بندی با من یهی زیبا دست زیبا خوبی دل با تو دیگو بگاره باشد ها بینه بد نامر هم سر نشد من با هم کن داری؟ نه یه آهنگ بود؟ یه ذره ترکیب شدیم. کاش اون شرکت کننده هام اینجوری لب میزدن. شما ادعا کردی گفتی من همه رو بلدم، گفتم یه جوری اجرا کنیم. شما هر که ادعا کنه یه از را برسه ادعا کنه شاید داره یه ذره ورزش بدیم. عالی بود، من آماده پختم. ازش راضی بودین؟ خانم آقایان، حامد آهنگی. مخلصم. من دیگه خودم بشم اشکال نداریم. منم عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان و دوستان گرامی. باعث افتخارم بود در این روز عید در خدمتتون باشم. عید رو به همتون تبریک میگم. ایشالله همیشه بخندید و شاد باشید. ممنونم از آقای جوان که این فرصت رو در اختیار بنده حقیر گذاشت که چند دقیقه کوتاه در خدمتتون باشم. ممنونم. خیلی مخلصم. دمت گرم، بیا. دیدی این دفعه درست گفت، دست زدنش تموم نمیشد. عالی تو. عرض کنم خدمتتون که مهمان دوم امشب دعوت میکنم با افتخار از جناب آقای امیرعلی نوویان. سلام امیرعلی جان. سلام از ما. سلام. سلام. حالتون خوبه؟ عالی. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. تمرین شده است نه؟
خیلی همه چی دقیقه. خیلی خوش اومدین. قربان شما. هندوانه میل میکنین؟ قطعا. من پذیرایی از نه درست پذیرایی از مهمان بسیار کار لذت بخشی. نمیدونم اولین بار کی کشف کرده که با فوت همه چی تمیز میشه. نه من فکر کردم که قضیه رفع آلودگی نبود. من فکرم خاکستر اینا اومده نشسته اونجا. بعد دیدم نه همچی چیزی نیست. نیست. مال خود بافت اینه. بله. خیلی خوش اومدین. عیدتون مبارک. چه خبر؟ چیکارا می‌کنی رو به راهی؟ خیلی خوب، خدا رو شکر. و آره خیلی خوبم. خدا رو شکر. خوشحالی اول شدی؟ آره، ولی چیزای مهمتری از اون وجود داره. بگو بهمون. اینکه بعد از اینکه این اتفاق افتاد، یعنی راستش رو بخوام بذار من یه چیز خیلی صادقانه بگم. حتما. مردم عزیز و دوست داشتنی، اینو میگم برای ثبت در تاریخ، من رامبو جوان منو به شکل عجیبی به برنامه دعوت کرد در اون مسابقه. یعنی راستش جنبه دستگیری داشت بیشتر تا دعوت. یادم میاد که ما یه جایی با هم بودیم، مچ دست من گرفت برد توی استودیویی و گفت که ببین من این مسابقه دارم که لیپسینک پتل رو دیدی، این همونه. رفت بیرون برگشت شنبه ضبطته و من در اون مسابقه شرکت فرصت نکرد جواب بدی. من میخواستم دارم سفر و یادم میاد که اون روزی که با احسان کرمی رقیب شدیم دعوا سر باختن بود. یعنی من به احسان میگفتم بیا منو ببر من برم مسافرت، احسانم متقابلا. ولی وقتی که رأی مردم رو دیدم فهمیدم که دیگه این فقط بازی من نیست، بازی هممونه. آره، یعنی خود تنه نمیتونی تصمیم بگیری. آره. و اینکه اتفاقاتی در شهرم افتاد و در توی صفحه های مجازی اصلا قضیه شکل دیگه پیدا کرد و دیگه فهمیدم که جدی قضیه. راستش تا پیش از اون شوخی بود. و اونایی که خوشحالت میکنه؟ پیدا کردن راهی برای خوشحال کردن مردمه واقعا. یعنی من فکر میکنم که خود خندبانه بر اساس همین پایه‌گذاری شد و همچین چیزی رو خیلی دوست دارم و خیلی لذت میبرم. خدا رو شکر میکنم که معمولاً اقوام و اطرافیان من خیلی خوب شوخی رو درک میکنن، یعنی نکات ریز موجود در شوخی رو به خوبی دریافت میکنن و مخاطبین باهوشی داشتن میشه. آره. تو خودم خیلی آدم باهوشی هستی. خواهش میکنم. این جز ویژگیاته و خیلی هم بارزه، یعنی آدم زود متوجه میشه که تو خیلی باهوشی. امیدوارم اینجوری باشه. آره هست. نه هست. بله بله بله. کمجون و کمرمق جواب داد. چی؟ نه آقا انتظار نداری من یهو بپرسم. امیرعلی باهوشه. بله. دستون درد نکنه. آشپزی صفر مطلق. یعنی مردم یه مرد یه آقا بیاد اینجا بشینه بگه اوف. نه هیچ. یعنی اطلاعات میگفتی. من از آشپزی به اندازه اطلاعات شما از لیگ دست دو شیلیه. یعنی حتی نیمرو، یعنی نه بابا. آره بابا میمیری از گشنگی. سعی کردم تا امروز زنده بمونم و موفق شدم. بعد اشتهات اینا چطوره؟ من آدم بد غذاییم، شکل غذا خیلی میگم فکر میکنم دیگه، یعنی میگم این چیه از کجا اومده چه ریختیه، واسه همینه با تخمر خیلی ارتباط برقرار نکردم. اینجور عرض کنم که امیرعلی تو کتاب نوشتی. بله. و این کتابا تعدادشون کم هم نیست. چهار تا فعلا. آها و ادامه داره؟ این کتابا نه، ولی به هر حال یه پنجمی داره که ربطی نداره بهش. آها. اون چهار تا یه خانواده‌ن. بله. اونا مال یه برنامه تلویزیونی بودن. بله. من تو اون برنامه این قصه رو می‌خوندم، اولش هم نمی‌خواستم چاپ کنم. یه روز تو خونه ببین من خیلی شلختم. من تمام معایب جهان رو دارم، من میدونم، ولی بذاری صادقان، ولی مخفی هن. نه ولی عوضش صادقه. شما نمیبینیم این معایب رو. آره چه تمجید رو اینه کردم. آره ولی چیزی رو حل نکرد. یه روزی نشسته بودم و دیدم اینقدر کاغذ گوشه اتاقه و گفتم خب چاپ کنیم اینو دیگه. چه؟ گفتیم چاپ کنیم دیگه. آه کاغذی که نوشته بودیش. آره همون قصه. رفتیم چاپ کردیم، چهار جلد کتاب شد. و به چاپ چندم رسیدن؟ بسته به فاصله زمانی که چاپ شدن خب فرق میکنن، ولی مثلا به چاپ 17 18 اینا. ماشاءالله. آره. ماشاءالله چقدر خوب. قصه های طنز کوتاه. کیا خوندن قصه هاشو؟ امیرعلی
یه فوتبال برات پخش میکنیم. بله. تو لطف بکن صداشو قطع میکنیم. خب. تو گزارش بکن. چرا فکر کردی من میتونم؟ تو بچگی این کار نمیکردی چرا؟ چرا؟ خب بکن. باشه. آماده ای؟ کجا و کجاست خب؟ تو اگه بدونی فکر کنم من بدونم. باشه. کجا؟ بارسلون رئال دیگه. موضوع جدیده. 55 دقیقه از بازی سپری شده. کورنر از راست روی دروازه، پیک دروازه رو باز میکنه. یک ارسال خوب روی تیره، یک شادمانی تماشاگران بارسلونا و یک هیچ بارسلون در کلاسیکو پیش میفته. پرچم های آبی و اناری کاتالان ها به پرواز در میاد و به اهتزاز، و رئال حالا باید به فکر فرار از این شکست باشه در حالی که کمتر از 40 دقیقه فرصت داره. دنیال وز و اینم پیک همدیگر در آغوش میگیرن. میدونی چرا شادی میکنن؟ این از دوستم یادآوری میکنم، چون انسان موجودی است اجتماعی. چهره اندوهگین بنزما رو دیدید، پیکه مثل فاتحان برمیگرده به زمین خودشون. یه بار دیگه میبینید روی خط شش قدم ضربه سری که به زمین میخوره و کنترلش برای گلره رئال سخت میشه. پپ یار مستقیمش جا میمونه در سایه و ماسکه گرت بیل و دروازه رئال باز میشه. توی ضد حمله دقیقه 61 رو براتون گزارش می‌کنم. مارسلو عبور از خط محوطه جریمه، پاس خوب، موقعیت برای یاران رئال. حالا تو آستانه شش قدم و دروازه باز میشه. کریم بنزما یه نگاهی هم میندازه ببینه آفساید بود یا نه، و 1-1 نیوکمپ رو به سکوت دعوت میکنه. براو. شاید بهتر بود از دروازه بیرون میومد. من از این بازی اذیت میشم. با طرفدار بارسلون هم خوب چرا این بازی چه گزارشگری خیلی خوب بود. آره من گزارشگر میشدم، هیچ وقت نمیتونم احساساتم رو در هواداری از اصلا به هیچ وجه عرض کنم خدمتون. بریم بیای. بریم بیای. شما بگین یک تو سه رو. به کی بگم؟ هر جا دلت میخواد. باشه. 1-2-3 بریم بیای. شهرک کوچیک درست کردن که هر کی میاد داخلش ازش استفاده بکنه. والا این خیلی خوب از لحاظ ساختمونش خوبه، اما مشخص که جدید اومدن. چون که مثلا من امروز رفتم تو وبسایت خوندم پول نیاری از کارت اعتبار استفاده میکنی، هیچ کدوم کار نمیکنه. مثلا از نظر آب و هوا و وسعت، اصلا وسعت این نمایشگاه، وسعتش نمیشه با نمایشگاه قبلی حساب کرد. آره. خیلی بالای الان. آره. حافظم میشناسین؟ چه دیدم اسمش هم اینجوری به گوشتون خورده. دوباره دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. خیلی لطف کرد. لطف کرد. شما هم شیرینین البته. خواهش میکنم. خدا سپاسگزارم. امیرعلی نبویان اینجاست و داریم گپ میزنیم. خیلی هم جذاب، یه چیز عجیب غریب تعریف کرد، من خیلی حال کردم. تو فرصتی که رفتیم و برگشتیم یه ماجرای تعریف کرد، به نظرم خیلی جذابه، میشه فیلمش کرد. بگو. تو شهر ما آمل معمولا تو تابستونا پنجشنبه هاش یا اون قدیما که خود کاروبار سبکتر بود یه ایلاق و قشلاق میکردیم. ما میریم به یه جایی به اسم شاهاندش، یه جایی بسیار زیبایی با یه آبشار بلند و اصلا درجه یک که دعوت میکنم تشریف بیاری. هنوز هم همقدر عالیه. عالیه. به به. ما یه خونه ای داشتیم که این بر اساس این معماری های قدیم که معماری آلمانی بود خیلی اتاق زیاد داشت، و ما میخواستیم بریم شاهاندشت و دنبال کسی میگشتیم که از این خونه مراقبت کنه. ما خیلی آدم های ثروتمندی نیستیم، ولی اون خونه ها این ریختی بود.
ما دنبال کسی میگشتیم که بتونه بیاد و مراقبت کنه از این هنر در زمانی که ما نیستیم، که ناگهان یک خانواده‌ای زنگ زد، زنگ در رو زد و گفتن ما کردهای رانده شده از عراق هستیم در زمان صدام حسین، سالای 60-61، و اونا اومدن تو خونه ما و ما سالهای سال با هم زندگی کردیم. شاید از مجموع 20 و چند سالی که اونا در ایران بودن ما 20 سالش رو با هم زندگی کردیم. یه خانواده بسیار پرجمعیت. 20 سال با هم همخونه شدن. آره این خانواده خیلی جالبه. آره این خانواده فقط یه خانواده مرکزی بود که پر خواهر برادر بقیه. اونا تو خونه ما زنگ گرفتن، شوهر کردن، از خونه رفتن، تا اینکه در نهایت اون خانواده 7 نفره پایانی موند و ما تا همیشه با هم بودیم تا زمانی که اونا برگشتن به عراق و ما هنوز با هم دیگه از طریق صفحه های مجازی و اینا در ارتباط هستیم. چه باحال. آره اسمشون یادته؟ آره هم چی بگو؟ معلومه. آقا صالح پدر خانواده بود، فیروزه خانم مادر خانواده بود، دخترای بزرگشون آمنه و وفیدا. وفیدا بزرگترین بود، وفیدا یعنی با وفا، که متولد عراق بودن. سلیمان پسر وسط بود، یعنی فرزند وسط بود، که سر مرز ایران و عراق به دنیا اومده بود، که داشتن می اومدن و دو تا پسر و دختر کوچیکتر که مثلا دیگه همسن و سال من بودن، محمد و گلناز. خیلی جذابا که دو تا خانواده که هر دو در جنگن در اون زمان، همینطوره، یکیشون مهاجرت میکنه، فرار میکنه از کشور خودش، میاد بله. به کشوری که داره دولتش باش میجنگه، میاد پناه میاره به یکی از آدمای اونجا و اونا راش میدن و سالیان سال کنار. خیلی جذاب، چقدر انسانیه این موقعیت. من فکر میکنم که متاسفانه ما در روزگاری زندگی میکنیم که هر رفتار انسانی که وظیفه هر آدمه به لطف انگاشته میشه و از این بابت متاسفم، کاری جز وظیفه نبوده. میفهم. خانواده تو با خانواده اونا خیلی، یعنی بزرگترها همه با هم؟ آره همه با هم خوب و رفیق. سه تا خصلتت چی هن؟ بارز برای خودت؟ آدم شلخته هم دوتاشی که گفتیم دیگه، آدم بدغذایی هم و یه چیزی هم که وجود داره اونم اینه که تمام سعیمو میکنم که هیچ کس رو در زندگیم اذیت نکنم، ولی نمیشه گاهی. میکنی؟ آره. خیلی دشوار آدم کسی رو نیازاره. آره من خیلی به روز حساب معتقدم، خیلی. اهل معذرت‌خواهی هم هستی؟ آره خیلی زیاد. اگه بفهمم که اشتباه کردم حتما راحت معذرت‌خواهی میکنی؟ آره من اصلا در روابطم با دوستانم میگم ببین هر وقت از من ناراحت شدی به هر دلیلی بهم بگو همون موقع، چون اگه یه ما بگذره من یادم نمیاد. آره آره. رابطت با بچه ها چجوری؟ با بچه های نوزاد بچه با بچه ها خوبه، ولی از نوزاد ها میترسم. چرا؟ میترسم یه چیزیشون بشه، مثلا بغلشون کنم مثلا دستش یه چیزی بشه دیگه. نمیشه. میدونم من این فوبیا رو دارم. ارتفاع چی؟ میترسم بیفته مثلا. نه از ارتفاع نمیترسم. نه؟ نه. ارتفاع دیگران؟ نه بانجی فلان بهمان. پریدی؟ بله بانجی شوتینگ هم رفتم. اوه اینی که اینجوری پرت میکنه؟ آره اینی که دوتا تناب بدون من آره. بعد با یه چیزی آره. کشن اقعب ولد میکنه. خیلی اصلا فضاییه، دعوت میکنم. خیلی خوب. ببین اون موقعی که فکر میکنی دیگه شلیک شدی و داری میری به افقهای نامعلوم، یه یه چیزی برات نرم بیاد. این از تو جدا نمیشه، تو رها نمیشی ها. نه ولی حس چیزی... رهایی داره دیگه. آره میفهمم. تیریه که آره ولی برات میگردونه دیگه. آره. یعنی تا جایی که کش میاد آره تشت تو فقط میتونی اعتماد کنی که اینا رو درست بهت بستن. وای وای یه سنگ کاغذ قیچی با هم بریم. وای بابا فجام داست. باشه بریم. کی میگه؟ بشمریم. سنگ کاغذ قیچی. بله دستت بر پشت، ادام در نمیاری، دست پشت، یا پشت سر بله. یا پشت. خب بله. این خوبه یا نه اینجوری حتما لزومه. برو سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، دو یک، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، پنج دو یک، پنج دو یک،
میکشمت. خب چرا نمیاری؟ سنگ با قصد بشید. سنگ با قصد بشید. سنگ با قصد بشید. سنگ با قصد بشید. سهید شدیم نه؟ چی؟ سهید شدیم دیگه. چرا سهید شد؟ گفتم از الان. یعنی اون دوتایی که باید آره بابا دیدم. باش خیلی اونا یه مسابقه دیگه بود، شرایط دیگه، تو عید بود و فلان و اینه. باش از الان شروع شدیم. امشب هم عید بود ها؟ بله دیگه عید رو هم تبریک گفتیم. اینم یعنی میخوای اینم بذاریم به حساب هم عید و اینا، دوباره از دست وقتی بازیم سفر سفر باشیم. میدونم. یک هیچ. لطف میکنی که لبخند دوربین اینجاست. لطف میکنی که لبخند 20 ثانیه‌ای بزنی. 20 ثانیه. آره آماده ایم براش بشماریم؟ بریم. یک دو سه برو. 100 مفصل و جذابی بود. سخت‌ترین کار ممکن بود. خیلی ممنونم. یه قولم بده بهمون که بیرون از اینجا چه می‌کنی که یک نفر تا چند نفر احساس خوشحالی کنه. من نمی‌دونم این کاری که میتونم انجام بدم آیا میشه از اساس انجامش داد یا نه. من دلم می‌خواد یکی از بچه‌های بی سرپرست یا بچه‌های کار، کسی از این شکل که امکان درس خوندن نداره رو در یک مدرسه ثبت نام کنه. آره فکر میکنم که این بچه ها با درس خوندن که از سرنوشت سیاه محتومی که در انتظارشونه میتونن رها بشن. اونا خیلی احتمال زیاده که به زودی نمیدونم معتاد، بزهکار یا هر چیزی بشن و تنها راهش به نظرم درس خوندنه و تصمیم دارم که این کارو بکنم. یک یا چند نفر هر چقدر که از عهدم بر بیاد دیگه. میدونی من جیب خیلی پری ندارم ولی میفهمم. آره دمت گرم. خواهش میکنم. اما اگه این کار رو نتونم بکنم، یعنی حالا نتونم اون آدم رو پیدا کنم چون باید به معرفی کنم اون آدم رو، اگه نتونم پیدا کنم در نمایشگاه کتاب تا یه سقفی برای چند تا دانشجو کتاب میخرم. خیلی ممنونم. مخلصیم. من لوح خندوانه رو تقدیمت میکنم به علاوه یه هدیه‌ای که من خیلی دوست داشتم این داشته باشم. راست میگی؟ آره. همیشه حسرتشون رو خوردم وقتی از تلویزیون میفهم. جدی میگم خیلی خیلی میگفت یه دونه برات میفرستادم. راست میگی. و این که تو اولین مسابقه لباهنگ خندوانه رو لوح طلایی شده. آره خیلی اونو گذاشتم جلو با تمام شلخ. آره کوچولو قشنگ گذاشتم روی تلی از کتابا و اینایی که اون گوشه هست اینا اون روه ولی خیلی شیک و ترتمیز. متشکرم. تقدیمت میکنم به علاوه هدیه ستاره 780 مربع. تقدیم به شما. متشکرم. قشنگی. خیلی. شما خیلی ماهین. خیلی. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. از جاتونم تکون نخورین، هر دو آقایون بر میگردن قراره با هم مسابقه بدن و کیف کنیم و این حرفا. بریم بیاییم.
آماده؟ یک دو سه بریم بیارم. قبول باشه جام. انشالله خدا من قبول کنه. حسابی خلوت کرده بوده. خلوت با او خیلی زحمتی قبل داره، یعنی باید آدم لذت ارتباط با او رو حس کنه بقیه رو بذاره کنار. ایده مبعثه و ما اومدیم خدمت شما. صمیمانه تبریک عرض میکنم مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت همه شما عزیزان. ما هم به شما تبریک میگیم. مراسم داریم، برنامه داریم به مناسبت مبعث؟ ما بله، همیشه اعیاد مراسم داریم. اها. چون در قرآن کریم خدای متعال بالاترین نعمتش رو بین نعمتهای فراوانش مسئله مبعث و بعثت رو و امامت رو نقل کردیم. منت گذاردیم بر مؤمنین که یک رسولی از جنس خودشون که انسانه براشون فرستادیم. ولی شیرینی و بله قطعا شیرینی و شربت که حد اقله. بله این جلو وایسادن کار سختیه جان. بله دیگه، محرابه دیگه، یعنی محل حربه. یعنی اگر انسان بتونه جلو بیسته باید در تمام زمینه‌ها جلو باشه، کما اینکه پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب میگه امام المسلمین، امیر المؤمنین، در تمام جهات او جلوس، امام المتقین، باید جلو باشه. امام چند سال شما جلو بایمیسیم؟ من که زیاد، حالا 30 سالشه در این مسجد، قبلش هم همین بگید 40 سال. گاهی میبینم خنده هاش رو مخصوصا. بله گاهی میبینیم ما هم همراهی با اونو میخندیم. برنامه خوبیه. خب خدا رو شکر. برنامه خوبیه. اره. بله. مسجد شلوغ هم شد خدا رو شکر. بله مسجد معمولا اینجا خلق الله میان. اره. یعنی مسجد پر میشه، پر از جمعیت میشه. گاهی هم میگن آقا منظم بنشین که جا برای دیگران پیدا شه. مردم دینشون رو دوست دارن، مردم نماز رو دوست دارن. ما اگر بد عمل نکنیم مردم خیلی خوب. خیلی ممنون. بله. ما دیگه بیشتر از این مزمش خواهش میکنم. خداوند نگهدار شما بخورمش. بعد از آن رو بفرمید. سلام علیکم. تقبل الله. بفرمید. میخوام دعوت بکنم که هر دو آقایون تشریف بیارن روی صحنه و با هم دیگه یک مسابقه بدیم و بعدم خدافظی بکنیم که سرحال قبراق رفته باشیم و اینا، ولی همچنان ادامه داره، صبر بکنید. دعوت میکنم از جناب آقای امیرعلی نمویان. دعوت میکنم از جناب آرش اقداسی. حالتون چطوره؟ عالی. آفرین قهرمان. خب امیرعلی سر نمیاد دیگه، ایشالله میاد این دفعه.
دعوت میکنم از امیرعلی نبویان. امیرعلی اونجا نبود؟ ببخشید اصلا از شما نباید بپرسم. شاه حسینی جان آقا نیستش. بله نیستش. یعنی چی نیستش؟ هر چی میگه نیستش. بله هر چی میگه نیستش، نمیدونم کجاست. امیرعلی نبویان نیستش. بله بله. آفرین آفرین به شما. خوب گشتین؟ آره. چیکار کنیم؟ دوربینای مدار بسته رو یه دور فیلمش رو چک کنید ببینید ممکنه کجا باشه. چیو؟ بله آقا. بله. دوربینای مدار بسته. بله آقا. چشم. بریم بیایم. بریم بیایم. یک دو سه. بریم بیایم. آقا چند دومی بارم یه کی تو هستم؟ چی شده؟ درشا توی؟ نه یعنی چه؟ یعنی چه؟ منو دوپم نکنید. منو دوپم نکنید. من زمان بکنم. 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 یه بشی کارت داریم. هیچ مشکل در دنیا وجود نداری که با گفته بکنم. من نه گفته با مجال نیستم. من گفته با نمی کنم. گفته با نمی کنم. در سکوت هم نمیشم. این نقاط در سکوت گفته با نمی کنی با هم بیه. هیچ برشت این جوان با حضر من راحت را خیلی خوب لذت دار از زدگی. من لذت دارم از زدگی. اینجوری خیلی هم خواهد خیلی هم خوبه. همه چیز حالیه. من میرم اونجا تو همچه باش آدرس پرسومه من راحت. آرشو کنم تشویقش نکنیم. تشویقش نکنیم. این چه کاری بود؟ عرشو این چه کاری بود؟ این چه کاری تو کرد؟ عرشو بگیره. اشتباه کردم. اینجوری بس. من حقمو می‌خواستم فقط. بله من بود اول می‌شدم. من بود اول می‌شدم. همون دوم تمرات. بذار باهاش صحبت کنیم. چه کاریه؟ باهاش صحبت کن. دادر باهاش صحبت کن.
آخه از اون بچه که بودی بعد میزنن تو سرت. همون پیمان عوضی خدا بیامرز زده بود تو سرت درست شده بودی. همین تو سریا رو خوردم من. دیوانه. اشتباه کرده. دوم شدی که شدی. دومی هستی. همیشه دوم بازش. من حقی با مگه من نگفتم اونو بازش کنی. من قیچی دارم باز میکنم. باز میکنم. عجب. مگه من نگفتم اونو باز کن. بیارش بابا. نفر اول بهش احترام بذار. کی در عروس باز کرد؟ بهش احترام بذار. من حقامو میخوام. بیا بیاره. تکونه میخوری از جاتا. نه. باری کلا. این تا اینجا چجوری اومد؟ همینجوری. این خرگوش سفید. باز نکنید مرا باز کنید من رو باز نکنید من واقعا نشو بازش نکنید بازش نکنید بازش نکنید بازش نکنید دهنشو باز نکنید دهنشو باز نکنید باز نکنید باز کردید دیگه باز کردید دیگه دیر شد آقا امیرعلی واقعا معذرت میخوام یه چاغوشی بخون حالا دهنتون باز ولی خواهش میکنم خوش بیفته یه دونه موزیک وای 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 چیکار میخوای بکنی ای وای من معذرت میخوام آقا من هیچ کاری نکردم. تقصیر منه. همش صحنه سازی بوده. همش همه اون را صحنه سازی بوده. من همه رو انکار می‌کنم. گورنه مدار بسته دیدیم چیکار کرد؟ میکروفونش افتاد. میکروفونم بگو. میفهم. حق با تو میفهمم. واقعا آقایی داره میکنه. واقعا واقعا حق من نبود. حق من نبود. من این اولی حق منه. سهم منه. میخواد کردی ببند. با طلاقش بدید بازش کنید بازم نکنید من طاقت این شکست رو ندارم همینی که هست بازم کنید خودم رو آتیش میزنم آتیش بزن ما آتیشت میزنیم خب خواهش میکنم تشویق کنید امیرعلی نبویانو من خودم کمک میکنم بهش آدمایی که تحمل دوم شدن رو ندارن واقعا عجیب قرار تو هم نداشتی یادته؟ ندارم من میکشتم شهید دوم شد بذار اون چسب و بیار من خودم رو بهشون بدم نکن خدای من خودم آتیشت میزنم یه مسابقه میخواییم بدیم مسابقه پانتومیم نه من دیگه مسابقه نمیدم مسابقه میدی؟ من دیگه خبر نداری شما دوتا با هم میشیم؟ بله؟ حله بله توی یه تیم منو به دانیال و شاه حسینی هم با هم میشیم موافقین؟ بله تیم ما ضعیفه نه خیلی قویه ما ولی یه چیزی رو باید با هم چک کنیم حالا خب بریم بیایم بریم بیایم ما جامونو به جاگیری کنیم یک دو سه بریم بیایم خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. رقابت بین گروه کارگردانی خندوانه و گروه نفر اول و دوم لباهنگ. پانتومیم. بله. آماده این قهرمان؟ بله. یه دونه از این تو بکشین. یک دقیقه وقت دارین. یک، دو، سه. دو بخش. دومی. دومیش یه جای خوش آب و هوا یه پروانه و گل و بلبل گل طبیعت آها میریم توی فلان خشم خشونت وزن بر وزن طبیعت بر وزن خشونت بر وزن عصبانیت جدیت بر وزن خب اونو ولش کن شما من هیچی پول ندارم پاپتیم ولی اون یه آدم پول داره که به من چک میده و
ولی من بهش میگم که من رشوه قبول نمیکنم. نوکر تموم شد. رشوه بگی. رشوه بگی. مناعت طبع. مناعت طبع. طبع طبیعت بر وزن خشم چک کرده بودیم ما هم چقدر توضیح باید بدن. خب شاه حسینی پاشو ما باختیم از شو یه دونه جواب رو گام میکنیم اومدم بده من یه دونه از اون قسمت سخت شد. مناعت طبع چرا؟ مناعت طبع چرا باید این پانتو اومدم بازی کنیم؟ آماده؟ یک شاه حسینی یک دو سه آب دادن آب دادن چکه قطره بریز آبیاری قطره ای آره آره شاه حسینی آره آبیاری قطره ای یک دو سه مرده، کشته، مقتول، قتل، قاتل، مقتول، مرده، میت، مرده، خب تضاد بهشون میگه تضاد، زنده، اوکی این پنجره است الان پنجره پخش زنده پخش زنده یک دو سه دوتاییه بله اول دومی بله مسلسل سلسله پیاپی مداوم تسلسل پشت سر هم پشت هم تکرار آفرین تکرار اول حالا اولی بدو نه آقا به من توجه کن نه ناسزا خش تکرار چی؟ خش بده چی؟ تکرار مکررات تکرار مکررات تکرار مکررات یک دو سه مردن زنده قوی شاداب سرحال شاداب و سرزنده مرده زنده خب زندگی دومی یه شم اینجوری نشون بده اولیش زندگی بود دومیش زندگی بود خب اولیش زندگی رو به بالا زندگی قش کرده مردن زندگی خوابالو روح زندگی چی؟ بدون یاری همسایگان کاملا یه کار گروهی کامل و 3 2 1 سی پرتقال هسته این چه نام آناناس انبه هسته انبه دور افتخار دور افتخار چهار ثانیه دور افتخار بابا میگم هر گفت دیگه بنا دارم دور افتخار
افتخار سنباغ از قیشی رو یادم رفتم. خیلی ممنونم که امشب در این بخش از دوره فصل سوم خندوانه با ما بودید. خیلی ممنونم. بازم عید بهتون تبریک میگم. به احترام مردم عزیز ایران بلند شین. بله. کمربند رو باز کنیم. 1 2 3 شیک. عالی. خب. امیرعلی عزیزم بفرمایید. اتفاقاً اونجا بفرمایید. آرزو میکنم که در هیچ جای جهان به خصوص در سرزمین من هیچ کودکی سر گرسنه بر بالش نذاره. الهی آمین. آرزوی شادی و سلامتی و صلح میکنم. الهی آمین. مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی خوشحالیم که بازم در کنار شما بودیم و باز هم عید بهتون تبریک میگم. درجه 1 سلامت، باحال، خوشحال، راضی در کنار خانواده. مخلصیم. خداحافظ. 1 2 3 شاد باشید.